برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net اوستا با دبلیو avesta.net. مهربانیان گرامی، آیا شناسنامه پر افتخار خود را ترجیح دارید؟ سالنامه 70 ساله آریای میترایی سند پر افتخار ما در سراسر جهان. برای جاودان نمودن جشنهای عروسی خود و فرزندانتان از اسناد بسیار زیبا و نفیس و شیوای پیمان نامه پیوند زناشویی به سبک آریایی، اثر سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی بهره ببرید. پیوند زناشویی به سبک آریایی، پاسداشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است. persiancnn.tv رادیو آوان ایران و تلویزیون مهر به زبان فارسی و فرانسوی. پایگاه خردگرایی و فرهنگ کهن اوستایی و تاریخ 7000 ساله آریایی. در برنامه های لایو ما شما نیز می توانید سخن بگویید. خدمتتونیم. در سینه من به غیر کین تو مباد، نفرین تو باد و آفرین تو مباد. ای دین تو بس بتر ز هر کفر که هست، هر کفر که هست باد و دین تو مباد. عزیزان من حالتون چطوره؟ درود دارم به همه مهربانیاران در هر کجای جهان آریایی که نشستید و باره ببینید. درود دارم با مهندس امیر شهرتی، کارگردان برنامه از لس آنجلس تلویزیون پارس. هر پنج شنبه اورمزد شید با شما مهربان یاران هستیم ما در همین ساعت و
سه پس از نیمروز پاریس. عرض کنم خدمتتون که پنج و نیم پس از نیمروز ایران هست، شش بامداد لس آنجلس، و عرض کنم خدمتتون که نه بامداد نیویورک. امروز ببینیم چه روزی است بر اساس سالنامه آریایی میترایی. عزیزان من، امروز که 30 اکتبر هست، برابر با 9 آذر ماه، جشن آذرگان هست، بزرگداشت یاران هست، شیخ مفید، روز جهانی سیدا فردا هست، آتش زدن تخت جمشید توسط اسکندر پس فردا است، و روز جهانی معلولان پسین فردا. عزیزان من، محمد ستاری نیز در این هفته یاد بودش است که جان باخت، و قائم مقام فراهانی، کتاب سوزان تازیان در ایران نیز در این هفته است، و یاد روز مهربانیار گرامی نازنین از دست رفته علی حاتمی. آخر هفته یاد روز علی حاتمی است، این کارگردان برجسته سینما ایران که خط نو و تازه رو در سینما ایران گشود و کارهایی کرد که بیا ببین. آقای پرویز صیاد دوست عزیزم کارش رو با ایشون شروع کرد، لکه شروع بگه دنبال کرد، کار خیلی خوبی با علی حاتمی، و جدا از این که باش کار میکرد رفیقش هم بود، و فیلم های بسیار زیبا و قشنگی رو علی حاتمی کارگردانی کرد که دیگر دوستان و یاران و مهربانیاران نیز در اون دخالت داشتن. نخستین فیلم های کمدی یا نه شاید موزیکال، و خب میشه بگیم کمدی هم بود، توسط ایشون ارائه شد، یا تونر بابا شمل، حسن کچل، اینها کارهای علی حاتمی بود، خصوصا که در بابا شمل اونجا روحانیت رو هم به نقد میکشه، و خرافات اسلامی در فیلم بابا شمل به زیر نقد زیبا و طنز و موزیکال علی حاتمی کشیده میشه. درود دارم به علی حاتمی، روان پاکش، یادگارش هست، سرکار خانم زری خوشگام در ایران. خواهش میکنم گوشی تلفنتون رو بردارین، این هفته یاد بود علی حاتمی است، تا چند روز دیگه سال روزشه. به خانم زری خوشگام، بانوی مهربان و نازنینی که وقتی با علی حاتمی ازدواج کرد کار سینما رو هم گذاشت کنار، با اینکه هنرمند بسیار موفقی بود، دختر نازنینش لیلا حاتمی که در خردسالی در فیلم های خود علی حاتمی بازی کرد، الان یکی از سوپر استار های سرزمین ماست و ایران رو به دلارهای امریکا نفروخته، و ایران رو به اوریان شدن در برابر دوربین های غربی و شرقی نفروخته، و با وقار مادرش مثل زری خوشگام و شخصیت پدرش چون علی حاتمی در ایران وایستاده و کارهای قشنگ ارائه میکنه. به لیلای عزیزم درود دارم و آرزوی تندرستی برای خودش، فرزندش، شوهرش، و درود دارم به خانم زری خوشگام عزیز که زندگی علی حاتمی رو از اون رو به اون رو کرد. یادم میاد اون سالهای برف میومد مشهد، زمان شاهنشاه محمد رضا شاه، بعد آقای علی حاتمی اومده بود مشهد، تازه هم ازدواج کرده بود با زری خوشگام، با هم اومده بودن لوکیشن میخواست انتخاب بکنه برای یکی از فیلماش، و تیپی که میزد و میرفت صبحها هیچ کس نمیدونست که یک کارگردان بزرگ سینما ایرانه، خیلی متواضع و افتاده، و تا وقتی هم که از این جهان رفت همون تواضع و افتادگی خودش رو حفظ کرد. و فردین عزیز چقدر دوستش داشت، همون پرگاه با فردین صحبت میگرم یاد علی حاتمی بود. درود دارم به روان پاک علی حاتمی و صحبت پرویز صیاد، چون میدونید که پرویز صیاد یک تور جهانی رو شروع کرده بود که در پاریس تموم میشه. تور جهانی سرگذشت تلویزیون و نمایش رو در ایران هست، 3 ساعت یک تازه ترین اجرا و کار پرویز صیاد است، کار بسیار زیبا و تاریخی است، و یک روایت تاریخی است با طنز و درام، با خنده و اندوه، با زیبایی هنر پرویز صیاد به روی صحنه اومده، در امریکا روی به نمایش رفت، از کانادا همینطور اروپا، و پایان کارش در فرانسه است. پایان کار صیاد، پایان این تور جهانیش در فرانسه است که 9 دسامبر در پاریس خواهد بود. 9 دسامبر شنبه است، یه شنبه است، بله، در پاریس خواهد بود. پرویز صیاد عزیز با همین کارش آی لوف تی وی
که واقعا کار شاهکاریست، یعنی برای نخستین بار یه کار دیگه که پرویز سیاد کرده تو این کار که شاهکار است، روایت تاریخ در تصویر سینماست و همون آمیزش سینما و تئاتر و وان من شو رو پرویز سیاد به روی صحنه میاره. عزیزان من، و عرض کردم با فرانسه این تور اروپاییش تموم میشه و برمیگرده به امریکا و 9 دسامبر در پاریس خواهد بود. و جالبه که قبلا مثل که عرض کردم برای نخستین بار در تاریخ کارهای فرهنگی و هنر ایران، شما تو هر کجای فرانسه که باشید، هر کجای فرانسه دو تا کمپانی های بزرگ هست که اینها، یکیشون کمپانی فرهنگیه فنک فرهنگیه، از همون روزگاران قدیم این یه فوندیشن بود که زمان میتران تأسیس شد برای اینکه کتاب و موسیقی رو ارزان به مردم ارائه کنه. الان کارهای صوتی میکنه و دیگه میکنه، از جمله بلیط های پرویز سیاد. اینا در هر کجای فرانسه که هستید میشه از اینا گرفت. بعد مثلا قطار سوارشین، هواپیما سوارشین، واشینگتن سوارشین، روز شنبهش بیاید مثلا برنامه رو ببینید. این برای اولین باره که طی این 40 سال تبعید یک بار دیگه این افتخار نصیب پرویز سیاد شد که فروشگاه فنک و کارفور که میشناسید بلیطاشو ارائه میکنن. به شاد باش میگم پرویز سیاد عزیزم که یک بار دیگه داره در این نوجوانی و رخ به زیبایی نمایاندن با صمد خودش میخواد بیاد روی صحنه. عزیزان من، مسائل خیلی اساسی، چون ابتدای برنامه است و صحبت کردیم از هنر و هنرمندان علی حاتم و پرویز سیاد، اجازه بدین که من یک سپاسگزاری داشته باشم از یک هنرمند نازنین کرد، یک نازنین کرد که همه شما اونو میشناسینش ولی ترک میشناسینش، فکر میکنین ترکه، ایشون تو ترکیه است و این کسی نیست جز نازنین ابراهیم تطلیس. ابراهیم تطلیس عزیز برای زلزله زدگان کرمانشاه رفته به اونجا و کمک رسانی کرده و خیلی جالبه که در کوچه و خیابونهای شهر و روستا که قدم میزده، بچه های ایران میومدن جلوش و بزرگ و کوچک همه میشناختنش بر ابراهیم تطلیس رو و از کام خدمتتون ترانه هاشو میخوندن. ابراهیم تطلیس از دوستان اکبر گلپایگانی هم هست. گلپایگانی با ابراهیم تطلیس سالهای پیش برنامه اجرا کردن و خود ابراهیم تطلیس تا یک ایرانی رو میبینه اولین چیزی که میپرسه میگه اکبر. میگه اکبر رو میشناسی؟ بعد میگه کدوم اکبر؟ میگه گلپا. گلپا هم خیلی قشنگ تلفظ میکنه چون کرده برحال. و از دوستان اکبر گلپایگانی هم هست، درودم دارم اینجا به اکبر گلپایگانی عزیز و ابراهیم تطلیس هم که میبینید ببینیم چی میگه یا این بچه ها و این بانو این که اینجاست. یه دقیقه است با هم بشنم. خب درود دارم به ابراهیم تطلیس عزیز. آفرین ابراهیم خان، زنده باشی با این واقعا مهر نازنینت به هم میهنان خودت، چون کردستان ایران هست، ایرانی کرد هست. من هفته پیش خدمتتون عرض کردم یک مسئله ای رو که من خیلی خوشحال میشم، اینو بعضی اشتباهی نپندارن، خیلی خوشحال میشم که کردها که در 4 کشور غیر ایرانی استعمار پراکندشون کرده زیر پوشش یک استان، یک دولت خودمختار در بیان زیر پوشش ایران آریایی، چون عراق و سوریه دو کشور تازی هستند و ترکیه کشور ترک، سه تا کردستانی که در این سه کشور هست، نگاه و نظر من اینه که بایستی با هم متحد بشن با کردستان ایران و به ایران بزرگ اهورایی بپیوندن
و مستقل و آزاد باشن، برای اینکه خصوصا لهجه، فرهنگ و تمدن کردها، تمدن آریایی ایرانی است. الان در فرهنگ ایران ما همه جاشو بگردید خیلی تازه نفوذ کرده، ولی این نفوذ در فرهنگ کرد نیست. اصلا در فرهنگ کرد این آخوندبازی ها و صحراگردی هایی که از تازیان گرفتن برای ائمه، کسایی که اومدن مملکت ما رو، سرزمین ما رو، دولت اهورایی ما رو نابود کردن، ما بزرگ میداریمشون رو. 12 امام بعدم دو تا اضافه کردن که شده 14 معصوم، 14 روز در سال عزا و عزاداری و رحلت و وفات اینهایی که بخونید تاریخو، بخونید، اینها باعث نابودی تمدن تو بودن، تو که بر جهان حکم فرما بودی نابودش کرد. همه این بزرگان تاریخ همشون، چون به دشتی و صادق هدایت و شفیع کرتکنی و اینا نگاه نکنید که در این سالهای اخیر مخالف اینا شدن. در طول تاریخ هر که اندیشمند بوده با اینها مخالف بوده. حسن بصری اولین ایرانی است که در برابر اینا وای میسته، میگه قرآن حرف خود محمده. همون روزهای اول تاریخ اسلام جریان ادامه داشته تا به امروز. تمام عزیزانتون که از رودکی، زکریای رازی، فارابی، خیام، حافظ، سعدی، فردوسی، همه اینا رو که میرید میبینید پس از اینکه درس اسلامی خوندن، قرآن رو خوندن، حفظ شدن، یاد گرفتن، بعد ضد اسلام بودن، با اسلام میانه نداشتن، با فرهنگ تازیان. حالا شما برید هرچی که بهتون تجاوز کنن، پولاتون رو بخورن، مالتون رو بالا بکشن و برید اربعین رو برید به جایی که برید از کن خدمتتون بارگاه بزرگان تاریخ خودتون رو بزرگ بدارید، برید گنبد بارگاه بسازید اونم با طلا به جای آتش کرده. حرفا تموم شد. حالا به هر حال ببینید رژیم وضعش خیلی خرابه. امروز میخواد در رابطه با این خرابی حال رژیم بگیم. رژیم حالش خرابه، ولی اونهایی که از ایران به ویژه خارج میشن، یک سرش خطشون اینجاست، سر خطشون تو ایران، اینها بعضی هاشون متاسفانه خیلی منافقانه برخورد میکنن، خیلی درو هستن و خیلی خودفروش، خصوصا اونهایی که میرن ایران و میان. حالا اونهایی که میرن و میان و کاری ندارن رو بگذاریم. بعضی هاشون اولا که اکثر اینا رو میبرن هتل لاله های هر شهری لالهی میکنن و بعد اینها میان به گونه هایی کارچاکن نظام جمهوری اسلامی شدن در خارج از کشور، خصوصا که بعد از جریان 88 و اپوزیسیون آفرینی آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی، این حدود 1,500,000 نفر آدم رو در کل اروپا و آمریکا و خارج از کشور تا مالزی اینا فرستادن که اینها شدن اپوزیسیون جدید. این 1,500,000 نفر جای اونایی که رفته بودن پاس گرفته بودن حالا برمیگردن ایران گرفتن، شدن اپوزیسیون داخلی. ولی اپوزیسیون داخلی که زیر پوشش اسلامی، الحمدلله، سلام علیکم، ما سیاسی نیستیم، ما احترام داریم به همه، و انجمنهایی را هم ساختن در همه جا که دارن متاسفانه قرار خراب میکنن. آدم تحریم های یک عده معدود انگشت شمارانی که مخالف واقعی اینها هستن. حالا ببینید این خرابی رژیم تا کجاست. یه عکسی است من میخوام به شما نشون بدم. شما از این عکس میفهمین که حال و روز خود رژیم در سطح بالا، حالا با سطح بالاتر بهتون چون نه در پایین، در سطح بالا ببینین خودشون چجوری به تمسخر و توهین هم پرداختن. وقت شما چرا ساکت باشین؟ وقت شما چرا برای یک رفتن اومدن تو خارج از کشور ملت رو میبینین در فقر و بدبختی و گرسنگی زندگی میکنه، بیاین بترسید از اونها و کارچاکون اونها بشید و حرفایی که اونها میزنن تکرار کن. من یک سری چیز هست که نمیخوام روی این رو خبر دارم. من از خود فروشی های بعضی ها که میرن ایران میان خبر دارم، اطلاعات دقیق دارم. گفتم در این تریاک کشیدن تو خونه که از دوستان و در خارج از کشور که دوربین گذاشته بودن فیلم گرفتن که یک شخصیت هایی میبینی پای منقل بافور نشسته که حتی ساعت شماری میکنی که بشینی ببینیش. ما پای منقل بافور نشسته، ما اینا پخش نمیکنیم، اینا میگیرن بعدم برای ما میفرستن که ما پخش کنیم، یعنی خودمون بندازیم همدیگه به جون همدیگه. ولی ما دشمن هستیم رژیم، با رژیم برخورد. حالا شما ببینید، نگاه کنید این یه عکسی، بچه‌ها دوستان خوب ببینید، این فرمانده جدید نیرو دریایی نشسته داره صحبت میکنه، تو دفترش هم 5 تا آدمه 6 تا آدم ببینید روبروش نشستن 5 تا. حالا اگه 6 تا باشه میگم یکی که دیده نمیشه، 6 تا آدم که 5 تاشون دیده میشن جلوش نشسته این بابا داره صحبت میکنه. 3 تا سردار، 3 تا جنرال، خیلی مهمن اینا، مثلا جنرالن بابا، حالا درست پاس دارن، حالا جنرالن، اینجا سردار، 3 تا سردار
که اینها روبروی فرمانده خودشون نشستن خوابشون برده. حالا من این برای به شما نشون دارم میدم، خوب گوش کنین، بعد هم بهتون نشون میدم که فکر نکن اینا خوابشون برده. اینا از یارو خوششون نمیاد، از این کسی که خامنه ای گذاشته فرمانده جدید خوششون نمیاد. سه تا با هم در گوشی یارو رو مسخره کنیم. چجوری مسخرهش کنن؟ مثل احمدی نژاد میان آفاته نظام رو بخونه، خب نمیتونه که منبر نیست اینجا برای سخنرانی. تنها راه اینه که بخوابن. آقا خسته بودیم دیشب، از سوریه برگشتیم، از کرمانشاه برگشتیم، نخوابید بودیم. حالا بعدم بخوان کارش بکن، اینو بخواد گفت. خان گفت آقا خسته بودیم ما واقعا، گفتیم این جلسه رو نذاریم بزنیم واسه فردا، گفت ما خسته بودیم خوابمون بود، ببخشید قربان تیمسار، ببخشید سلاش کرد. مسخره داره میکنه فرمانده خودشون. سه نفر جلو یارو خوابیدن و خوابم عمدیه. این کاری که ما به چای میشد تو مدارسمون تو مشهد میکردیم، نمیدونم این ستا میشدین یعنی نه، اگه بودن با ما بگین. این کارا رو ما وقتی که از یک معلمی خوشمون نمیومد، یه دبیری دبیرستان که میرفتیم خوشمون نمیومد و اذیت میکرد، ما رو از کلاس بیرون میکرد، حال نمیکردیم، ما چیکار میکردیم؟ ما سر کلاسش با بچه ها قرار میبستیم که چپ و راست کلاس که نشستیم بخوابیم. اون موقع هم همه کار نمیکردن، بعضی قولش میدادن نمیخوابیدن، ولی بعضی هم میخوابیدن که بیارو توهین کنی. حالا نمیدونم شهر دیگه می کاری میکردین یا نه، این یعنی توهینه بیارو. تاختی تا این حد به رژیم خود اینها توهین میکنن، من دیگه موندم که چطور میشه که یک چیزای میلیونی اصلا یه جورایی بایستی واقعا دیگه مملکت نجات بدین بابا، قرونتون برم این مملکت رو در دست اینا نجات بدین. هیچ کدوم شما شایستگی ندارین که چهار تا آخوند شپشی مثل جنتی و خامنه‌ای و روحانی حتی به شما بتوکوات کن. روحانی؟ روحانی رفتیم بهش چند میلیون رای دادیم؟ ببینید روحانی تا چه حد استعمار و نفوذ استعماری داشت هست، اینه دیگه من نمیگم. سند که امروز میخوام به شما ارائه بکنم، ببینید سند مال من نیست، سند خود جمهوری اسلامی منتشرش کرده. سند مال خود جمهوری اسلامی است، منتشر کرده که در این چیز هسته ایشون، اینا در این چیز هسته ایشون استعمار انگلیس اصلا نفوذ داشته. بیا و ببین نفوذ عظیم داشته در این کار، در همین جریان هسته ای. خواهش کنید با هم دیگه گوش کنید، این خیلی مهمه، این رو با هم بیان گوشش کنیم. آه نکنین، مال خود جمهوری اسلامی، فکر نکنین ما ساختیم. جلسه در پشت درهای بسته ادامه دارد. خود جمهوری اسلامی سند رو داشت. اعضای تیم کلاف و خسته به نظر میرسند. مطابق قرار تلفن‌های همراه بیرون اتاق نگه داشته شده تا محتوای بحث‌ها بیرون نرود، ولی هیچ کس حواسش به ساعت مچی یکی از اعضای تیم نیست، ساعتی که تقریباً تمامی محتوای مذاکرات را ضبط کرده است. مقصد فایل های ضبط شده تا مدت ها نامشخص میماند، تا اینکه عضو تیم هسته ای که حالا متهم به جاسوسی است دستگیر شده و اقرار میکند که محتوای مذاکرات محرمانه را برای یکی از رابطین دستگاه های جاسوسی انگلیس ارسال کرده است. افشای بحث های مذاکرات درونی تیم هسته ای شاید راهبردی ترین بخش مذاکرات هسته ای برای کشورهای طرف مقابل بود. آنها حالا از طریق عبدالرسول دوری اصفهانی، همان آقایی که با ساعت مچیش از جلسات فیلم تهیه کرده، می دانستند که ایرانی ها دقیقاً چه می خواهند و چگونه می توان راه رسیدن به خواسته هایشان را سد کرد. اما مشکلات پولی و مالی و عدم دسترسی ایران به مراودات آزادانه فقط با ارسال چند فیلم و آگاهی از محتوای مذاکرات تیم هسته ایران ممکن نبود. جاسوس هسته‌ای باید کارهای بیشتری را انجام می‌داد تا خواسته های طرف مقابل تأمین شود. دوری اصفهانی نمایندگی شرکت PwC انگلیس را در دبی بر عهده دارد، شرکتی که سالهاست در زمینه نظارت بر مراودات پولی و مالی فعالیت می‌کند. برنامه این است که ماجرای پذیرش FATF از سوی ایران مورد تاکید دوری اصفهانی قرار گیرد تا مشکل مراودات مالی ایران به ظاهر حل شود.
در ادامه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا دقیقاً شرکتی را مسئول نظارت بر عملکرد ایران در اجرای تعهدات خود در قبال FATF می کند که دوری اصفهانی مسئولیت نمایندگی آن را در دبی بر عهده دارد. این انتخاب عجیب دلایل قابل توجهی دارد. شناسایی و دسترسی به اطلاعات و حساب‌های شخصی افراد خاص و شناسایی افراد دوتابعیتی در بانک مرکزی بیشتر از این دیگه بهتون نشون نمیدیم، همینجا این رو استوپش میکنیم به خاطر اینکه 18 دقیقه است. اینا ما منتشر نکردیم، ما هم نساختیم، کار خود جمهوری اسلامی است. دیدین جامعه جمع جمهوری اسلامی نشون داده این افراد هم بازداشت شدن، یکیشون، دو تا دیگه شون فراری هستن و این آقای عبدالرسول دوری اصفهانی خود رژیم داره میگه که ایشون مامور انگلیس بوده و دیدید چه امکانات قوی مالی داره، یعنی پول ایران هم تو دست این هست هستن. بعد اون آقای دیگه که اون وایستاده بود که عکسش میدیدید، ایشون یه وکیلیه که تو همین فرانسه هم هست کار میکرده و میکنه و جز حقوق دانانیست که برای گرفتن پولای جمهوری اسلامی و مسائل همی تحریم ها و فریز شدن پولاشون با امریکا در تماس بود. خود جمهوری اسلامی اعلام کرده و سند رو ارائه کرده که وقتی که اینا رابطهشون خوب میشه با اوباما و کری و چندی میلیارد پول میگیرن، خود اونا به اینا میگن که سند رو نشون میدن، میگن آقای وکیلایی که شما داشتین همه مامورای ما بودن، این وکیلا بودن که پرونده خوبی ارائه نمیکردن به محاکم آمریکا و غیره که الان یکی رو گرفتن و دو دیگه شون یعنی این رژیم تا این حد پوسیده است که سه تا از اعضای اصلی تیم مذاکره برجام خود رژیم داره میگه اینا مامور انگلیس و آمریکا بودن. ما نمیگیم، ما اتهام اینجوری نمیزنیم الان، خود رژیم داره میگه. حالا ما نمیگیم، خود رئیس جمهور اینا، کسی که علی خامنه ای اومد و گفت من با ایشون خیلی نزدیک دارم و دو دوره ازش حمایت کرد، 8 سالم رئیس جمهور ایران بود. ما الان کار نداریم این حرفا رو بزنید کنار، بعضی وقتا بچه ها یادتون نره بعضی از کارا رو خود اینا میکنن که ماها رو پرت کنن از قضیه. برعکس ما وقتی که میبینیم یک کسی که دو دوره تو جمهوری اسلامی رئیس جمهور بوده، از بچه نوجوانیش شهردار بوده، استاندار بوده، بعد اومده شهردار تهران شده، یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامیه، داره اینطور رژیم رو میزنه، شما باید هر روز بیشتر بیشتر منتشرش کن و تو داخل ایران با بهانه کردن اینا باید به رژیم بزنین، اینا رو بهانه کنین بزنین، اینا رو که دیگه کسی قدرت نمیگیره، خود رژیم اینا را نمیده، بعد مردم را نمیدن، بعد اینا رو باید الان چوب کنید، باید گله کنید، اینا رو بزنین تو کله و دهن خود رژیم، این کار رو باید بکنین. شما رو که نمیذارن حرف بزنین، یک کلمه میگین میبرنتون جایی که عرب میمنداخ اونجور که خودشون میگن، ولی وقتی بابا ها رو پیدا میشن اینجور، بعد برای همینی که برای که زود صداش هم ببندن، احمدی نژاد صحبت اخیری که کرد، برای که زود خودش هم احمدی نژاد دلش نمیخواد زیاد بیاد، چون رفیقش گرفتن اون هادی بقایی رو هی میاد، چون او به خاطر مقاومت کرده نفرش نمیاد، ولی فکر نکنین اینا بعد دوباره میذارن تو مملکت قدرت بگیرن، همشون چکای باطل شدن، سفته های برگشت داده شدن. شما بایستی تو اجتماعات جایی که میرین اینا رو تازه بیشتر تحریک کنین که اینا برین نظام ببرن، اینا تاثیر داره در محافل عمومی جهانی که از اینا هم پشتیبانی میکنن، چون الان منافع جهانی و استعماری که از اینا پشتیبانی میکنن وقتی میرن تا این حد بعدشون خرابه که رئیس جمهور سابقشون اینجور میاد میگه تاثیر میزن. آقا رژیم رو ما بعد از بدروغ هم میگن سید علی خامنه‌ای گفته که اینا حصر خانگیشون کردیم، اعلامیه هم دروغ بود، حصر خانگی نشده احمدی نژاد هست. حالا شما ببینید این مسائلی که ایشون مطرح میکنه خیلی مهمه، این مسائل رو بایستی دشمن رو به جون خودش انداخت، گرگ ها رو بایستی به جون هم انداخت، گرگ ها رو، و جایی که نمیخوان صحبت کنم باید رفت جلسه ها رو و بعد میدونید دیگه چی کار رو باید کرد، از اون کارا بایستی کرد. بشنوید. اینا میگه یعنی ما به این چیزا کاری نداریم، ما تصمیم گرفتیم که به هر قیمتی شده شما را سرتون رو بکنیم زیر آب. میگه آقا این حق منه، شما به من تهمت زدی، خب من چطور باید دفاع کنم؟ دادگاه را علنی کنی همه ملت فهمد. بالاخره اگر من خطا کرده باشم شرمنده ملت خواهم شد. همیشه متهمین
از اینکه دادگاه اونها علنی باشد خودشون رو کنار میکشن، میگن مبادا اونجا یک سندی رو بشه آبروی من نزد مردم برود. اینجا آقای بقایی میگه آقا این اصل 140 قانون اساسی، معاونین رئیس جمهور باید علنی باشد. اصل 165 قانون اساسی میگه همه باید علنی باشد، مگر اینکه نفت عمومی رو لکه‌دار بکنن یا امنیت ملی رو به هم بزنن. و میگه ما تو بربندیشون چی هست که نفت عمومی رو میخواد به هم بزنه؟ چی هست که میخواد امنیت ملی رو به هم بزنه؟ و به علنی باید بشه. حالا ایشون یه معاون رئیس جمهوره، از 340 قانون اساسی میگه رئیس جمهور، معاونی، وزرا باید با اطلاع مجلس باشه، یعنی تمام مراحل رسیدگی باید در مجلس گزارش بشود. و در اصل 69 هم میگوید تمام مسائل مجلس بعد از رادیو پخش بشود، یعنی باید علنی باشد. ایشون اصرار میکنم که نخیر آقا، ما میخوایم غیر علنی برگزار کنیم. روشن صحنه داستان هم شماها میدونید، داستان امروز و دیروز نیست. والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. الله ما مخالف بودن اگر جرمه، کی گفته جرمه؟ ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیافته دست اینا، ظلم بکنن، فشار به مردم بیارن، در مقابل بیگانه کوتاه بیان، ما قبول نداریم اینا رو. ما میگی بالای چشت ابروز یا توهین کردی یه پرونده جدید. آقا ایشون اومده بیرون میگه والا مردم من دوست نیستم، یه پرونده جدید گفتی من دوست نیستم، این به رئیس قوه قضاییه برخورده است. آقا من این مردم همه میگیم ما دوست نیستیم، ما دوست نیستیم، برخورده بسم الله منو ببرید. پس آزادی چی شد؟ ملت انقلاب کردن که چند نفر اون بالا بیشنن بگن همش ماییم، مملکت ملک پدر ماست. حتی دلشون میخواد بکنن، حتی دلشون میخواد بکنن، کسی اعتراض هم نکنن، وکیلشو زندان میکنن، هر کس همراهی میکنه باش پرونده میسازن. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ یا ایرانی نیستی؟ نیستم یا ایران رو نمیشناسیم. بابا این ملت ایران آدم های صد برابر گنده تر از شما ها رو هم مسیح کشیده، صد افتاده دستتیم. بابا این ملت ایران آدم های صد برابر گنده تر از شما ها رو هم مسیح کشیده، صد افتاده دستتون. به هر قیمت میخوان بگن دولت نهم و دهم فاسد بوده است. به شما بگم، شما میدونید، لازم نیست بگم، به خدا اگر ما یه ریال تخلف کرده بودیم اینا 2000 بار ما رو تا حالا اعدام کرده بودن. صحیحه. ما چه تخلفات رو گرفتیم، ما چه دزدا رو گرفتیم، دستشون رو رو کردیم، میخوان انتقام بکشن، بهانه درست کردن، آقا رو بردن، میگن بگو که دوستات جاسوس هست، یه مرد حساب جاسوس باباته، یعنی بگو تا آزادت کنیم. این مرد بزرگ در مقابل یک توطئه بزرگ ایستاد، یک تنه 7.5 ماه در انفرادی، 5 ماه نور آفتاب ندید، با مریضی که داره دستگاه گوارشش ناراحت شد، اونجا ایستاد، توتر رو خونسا کرد، بعد دیدن هیچی تو دستشون نیست، برداشتن یه مش حرفایی که اصلا بابا معمول کار دولته، چسبوندن به هم، میگن نه ما باید تو رو بزنیم زمین. حالا میخوام بگم به لطف خدا ملت خیلی گنده تر از شماها رو زمین خواهد زد انشاءالله. الله ما تا آخر هستی به فضل الهی، کتام نمیان، اگه بخوان این کارو کنن بعد از جنازه بنده رد شن. درود بر دکتر. بعد به من میگن که من برات میپوشیم، هر کوچیکش اصلی کنه کسی بخواد این کارو بکنه.
چون دوستشه داره حمایت میکنه. بله مگه ممنوعه کسی از دوستش حمایت کنه؟ تو دوست داری را چرا فقط مال لاریجانی و روحانی باشه؟ اگر یه قاضی درست به سرگاه امریکایی ها امریکایی ها به ما میگفتن شما در هسته منحرف شدید، ما میگفتیم سند دو کو، گفتن نه شما اثبات کنید که منحرف نشدید. گفتیم آقا بیگناهی که قابل اثبات نیست، همه بیگناه هست. اصل سیابت قانون اساسی است، براعت است، اصل الهی است، اصل اسلامی است، اصل انسانی است، همه بیگناه هست. مگر اینجا گناهکاری اثبات بشود، شما باید اثبات کنید که نقره هنوز بیگناهیشو اثبات نکرده است. بابا بسیار خوب، دو تا نکته میگم تمام. من یه صحبتی کردم نمارش امروز فردا منتشر میشه، تشریح کردم وضع قوه قضاییه رو. ما رو فرستادن تو یک لونه ای، بعد میگن اونجا هتل است، سویت است. گفتم انشالله به زودی همه تو سویده. اگر سویت کیف داره شما برید یه خود کیف کنید اونجا. اصلا ندیدن اونجا گوشت. یه نکته ای که من در رابطه با این احمدی نژاد میخوام خدمت دوستان عزیز بگم اینه که این مسئله خیلی مهمه، اینه که میخوام بهتون بگم، خواهش کنم گوش کنید. ببینید ما باید بلد باشیم که گرگ ها که وقتی به جان هم میفتن به نفع ملت ایران ازش بهره ببریم، و بهتر از این که الان این گرگ ها به جان هم افتادن نمیشه. از اون سر فرماندهان نیروهای نظامیشون که جلو فرمانده خودشون میخوابن، پنج نفرن سه نفرشون میخوابه، بزرگترین توهین میکنه. از اون شما بگیرید تا این کسی که از پایوران نظام بوده هست، الان هم میبینین های از همهشون تعریف میکنه از نظام. چنین به بخشی از این میزنه، البته مثل همین حرفا رو حتی کمترش رو دکتر خزعلی گفته علیه لاریجانی، الان داره تو زندان میپوسه. دکتر خزعلی داره میمیره تو زندان بنده خدا، هیچ کس هم صداش در نمیاد، ولی بابا چون دو دوره رئیس جمهور بوده داره حرفا میزنه. یک نکته ای که مهمه اینه که بعضی وقتا که من میگن این حصر خانگی شد، این میخواد بیاد دوباره نامزد بشه، داره کارا رو میکنه تبلیغاتیه، اینا شما گوش نکنید، اینا رو گوش نکنید. این دشمن ماست، اونا کلشون هم دشمن ما، داره حرفای میزنه که دشمن دشمن ما با هم درگیر شدن، به نفع ملت ایران باید پشتش بگیر. مخالفت این با باند رفسنجانی بود. اینو من به شما میگم خوب گوش کنید این نکته رو. رفسنجانی تو ایران و خارج از کشور خیلی قوی است. و میدونه حتی برخی از یهودیا که به اشتباه با ربن خودشون، ربن در اسرائیل، چون الان یهودیا هم مثل همه هر کسی کنیسه خودش داره، ربن خودش داره، همچنان که در اسرائیل چندین حزب هست، این احزاب در همه جای دنیا این هست. یعنی طرف اگه یهودی الان مخالف احمدی نژاد چون گفته میخوان اسرائیل با خاک یکسان کنین، اون متوجه قضیه نیست. سیاوش اوستا تو رو توجهت میده. کسانی که یهودی هن ضد احمدی نژاد، اینا خیلی کمن. اون کسانی که اطلاعات ندارن، آگاهی ندارن، ذهنشون بسته است. احمدی نژاد یکی از خدمتگزارترین آدم ها به اسرائیل بود، چون خودش هم یهودی است. تایید دلش میخواست وضع اسرائیل خوب بشه، اسرائیل ثبات پیدا بکنه. اون حرفایی که زد حرفای 40 ساله رژیم، هم حرفای موسوی هم میزد، کروبی هم میزد، رفسنجانی هم میزد. شما برین رفسنجانی نظرش در مورد یهودی ها ببینید، بعدش یهودی ها رو میزد بجای که اسرائیلی ها رو بزنه. یا مثلا الان خامنه‌ای ها یهودی ها رو میزنن بجای که اسرائیلی ها رو بزنن، بگن اسرائیل مشخصا رسیستن، نجات پرستیه، زد یهودی دارن. احمد اینجا که یک سری حرفایی رو اومد زد در رابطه به اسرائیل، این حرفهاش به نفع اسرائیل تموم شد. چرا؟ چون در رأس کشور اسلامی دنیا عربستان سعودی بود که حدود 50 کشور اسلامی رو در دنیا پول میده زیر نفوذشان. عربستان وقتی دید جنگ اینجاقدر داغه، اون موقع، نه که الان مسئله الان، اون موقع احمدی نژاد رفت با توسط ولید بن طلال، همون کسی که الان گرفتن، صاحب هتل جورج سنگ از پرنس های عربستان سعودی، رفت اسرائیل اصلا همون چندین سال پیش و گفت ما با هم مشکلی ندارن، زمان شاه قبلیشون پیمان اخوت بستن، دوستی و به رسمیت شناخته، سفارت ندارن، چون سفارت بزن مردم خر میرن آتیش میزنن،
ولی رابطه اقتصادی دارن، دیپلماسی دارن. اخیرا هم که فهمیدن اصلا عربستان سعودی هم پیمان اسرائیل شده. این به برکت احمدی نژاد بود. اینه که دارم میگم برای یک سری یهودیایی است که اطلاعات کافی ندارن، میفتن تو این بازی جلوگیری میکنن از افشای این همه افشاگری علیه نظام جمهوری اسلامی توسط احمدی نژاد. باید بکنید. احمدی نژاد ولی یادتون نره چون با رفسنجانی درگیر شده بود، چون با خامنه‌ای درگیر شد، با خامنه‌ای رو مسئله وزیرها چند بار خواست عوض بکنه درگیر شد و اینا، با سیستم اصلا اون موقع درگیر شده بود، منفورشون شده. آدمی هم تایید هم نمیخوایم بکنیم، نمیخوایم بگیم تایید شده نیست توسط نیروی انسانی، ولی میخوام بگم که حرفهاش رو بایستی گلوله کنیم بزنیم تو سر رژیم. وقتی اینجوری داره رژیم رو به گند میکشه، رژیم رو از بن، از مایه، اصلا پایین هرچی داره داره میریزه به هم، حرفایی که داری میزنه. دیگران برای یک ذره از این حرفا راه رفتن تو زندان یا کشته شدن. مادر ستار بهشتی، سرکار خانم مادر ستار بهشتی عزیز، هم حتی من شنیدم اعتراض کرده که تو چه اسم بچه من آوردی. آره عزیزم کار خوبی کردی مادر، چون این مردک اگر کسی بود کاری میخواست بکنه آزادی خواه خیلی بود. همون موقع که عباس پالیزدار به خاطری گرفتن داختن زندان، لاغل برای عباس پالیزدار برای زندان نکردنش یک گام برمیداشت و نداشت. یعنی احمدی نژاد متعهد نیست. همون موقع که دو دوره 8 سال زندانی های سیاسی زیادی داشتیم، ما این مشکلاتی قوه قضاییه هست بدتر چه همون موقع بود که عریضک بود کاری نکرد. یعنی اینا تایید احمدی نژاد میگم بتونید بلد باشید گله کنید بزنید. اگه بلد نباشیم استعمار همیشه میاد سر ما رو کلاه میذاره، استعمار میاد مهره رو هر جور میخواد میچینه. ما باید اینها رو رو موج، مثل که اینا رو موج میندازن خودشون رو شنا میکنن، موجایی که آفریده میشه، باید نیروهای ایرانی انقلابی آزاده خودشون رو موج بندازن، همین الان بیان رژیم رو نابود کنن. بگه آقا ما نمیگیم، یا احمدی نژاد میگه، که باید خود احمدی نژاد ها رو بگیرن زندانی بکنن، خود احمدی نژاد ها رو بگیرن محاکمه کنن، مثل مرتضوی. مرتضوی، سعید مرتضوی که الان محکوم به زندان شده و چه و اینا، این پایوری و پایداری افرادی مثل عباس پالیزدار بود، مثل دکتر خزالی بود، مثل پیمان، دکتر پیمان بود، مثل آقا مصطفی و اون وکیل دیگه همدانی بود، اینا کسانی بود که وکلای بودن که خود اینا رو گرفته بودن چون از پالیزدار حمایت می‌کردن، انداخته بودن زندان. بعد اینا اومدن دنبال قضیه رو گرفتن و الان من رامیر بهشون گفتم، به همدانی و پیمانی نه، گفتم شما به این دادگاه شکایت که بر اساس یک سند شد، خیلی خوبه که بگم الان بدونید یه سند شد به خود پایوران نظام، گفتم برین گله کنین بزنین تو سر نظام. تو مگه وکیل نیستی طوری به خود گرفتن؟ مگه پالیزه ماموریت دولتی نداشت رفت یه کاری کرد گرفتن داختن زندان؟ برید از دست مرتضوی شکایت کنین، مرتضوی که همیشه هم کاری نیست که، شکایت کردن و موفق هم شدن. همینجا روی همین صندلی ما نشسته بودیم اینا توی ایران، یک جلسه حتی آقای دکتر منشه رزمارا با من اینجا بود، با این وکلا که الان محکوم، هم وکلا پشت قضیه بودن، سعید مرتضوی محکوم شد، صحبت کردیم، خط دادیم، خواهش کردیم که کار بکن، کردن رفت. الان هم یادتون نره از اینا بایستی استفاده بهین بکنید برای که بتونید به آزادی برسونید مملکت رو، میهن رو. حرفایی که شما نمیتونید بزنید بگین احمدی نژاد گفته که رئیس جمهورتونه که خامنه‌ای تایید کرده، که همون رفسنجانی که باش مخالفه، رفسنجانی گذاشته بود استاندار اردبیلش کرده بود و پست بهش داده، وقتی هم که شهردار شد ما هم سالا کار کردن. خود اینا پایوران نظام بودن. بهره ببرید از هر چیزی که میتونید، باید بهره ببرید، گله درست کنید، گلهاتون هم برفی نباشه، بزنید تو سر رژیم. اینها بهترین فرصته، اینها بهترین امکان تریبونه. و خودش یارو میخواد در رو بره، میخواد در میان سند جلب کنه که آقا حصر، حصر خانگی. حالا برای که حصرشون هم بخواد دیده نشه، میخواد سفرشو بتونید نشون بدن دولت بهار. شما خودتون برین رو سایتشون، دولت بهار سایت احمدی نژاد هست و رحیم مشایی و دیگران، ببینید خود اینا از این که اینا حصر باشن اینا کسی صحبت نمیکنه. حتی نامه نوشته احمدی نژاد جدیدن به خامنه‌ای که اعتراض کرده به خامنه‌ای در تو با معرفی که زده به لاریجانیا، میگه اینا دارن آزادی رو از بین میبرن، چه نامه نوشته. یعنی اینی که گفتن حصرش کردن نکردن. گله کنین نر بزنین تو سر خودتون. امروز یک سند دیگه میخوام به شما نشون بدم. این سند خیلی دردناکه برای اینکه شماها زیاد این استعمار رو بهش باها ندید. استعمار بدونید که جز بدبختی و بیچارگی ما چیزی نمیخواد. نگاه کن اینجا نوشته آمریکا شاه را کشت. این روزنامه جمهوری اسلامی است، همون روزایی که محمد رضا شاه نازنین را کشت.
شما بدونید که در رابطه با کشتن پادشاه ایران میخوام بهتون بگم، ما که 30 و خورده سال تو خارج از کشوریم خیلی خوب میدونیم عزیزان من، خیلی خوب موارد دنبال کردیم. ما به استعمار دل نمیبندیم برای آزادی ایران. استعمار هر رنگش که باشه پول میخواد و دلار و نفت و گاز ما رو، و به هیچ عنوان آزادی ما رو نمیخواد. مردم هستند که بایستی برخیزن و مردم هستند که بایستی قدرت خودشونو در سطح جهانی نشون بدن تا استعمار تسلیم بشه. استعمار هیچ وقت نمیاد کلید یک مملکت بده دست آدم آزادی خواه، چون باید اینکه مزدورا اونجا حاکم باشن که دیدین سند ما چه مال خودمون. حالا بعد مدرسه شاه رو همون اوایل انقلاب اینا معامله کردم، سرکار خانم فریده دیبا، خود شهبانوی عزیز، اینها بارها اعتراف کردن به این که اینها قصد کشتن محمد رضا شاه رو داشتن. میدونید از این کشور به اون کشور بردنش و کشورهای گفتن جا نده بهش، کشورهایی که میلیاردها دلار پول ایران درش بود، اینا گفته بودن به اینا جا نده. و بعد پزشک مخصوص محمد رضا شاه دکتر کلمن، این دکتر کلمن وقتی که میره عمل جراحی شاه رو انجام میده، اول جراحی آخر که منجر به مرگش شد در مصر، بعد از اون شهبانو دستور میده، چون شاه ناراحتی داشته و حالش خوب نبوده، شهبانو دستور میده که یک پزشک دیگه بیاد و اونا میان و این عملی که کردن اینا پاره میکنن، دوباره که نگاه کار میبینن چیزی شده، میبینن این کثافات و فضولات اون رودایی که سرطانی بوده و اینا قیچی کردن، اینا تو معده محمد رضا تو شکمش جا گذاشتن. و بعد اون پزشکای دیگه که خود شهبانو اینا رو میاره، اینو میبینن میگن این کسایی که کار انجام دادن قصد کشتن شاه رو داشتن. دانیل ژلن یک هنرپیشه بزرگ فرانسوی بود، دانیل ژلن بزنید اسمشو، خیلی مشهور، شبیه محمد رضا شاه بود. ایشون نقش شاه رو در یک فیلمی که ساخته شد خارجی ها ساختن بازی میکرد، رفیق من بود، با من بارها میومدیم رفت آمد داشتیم، مصاحبه میکردیم. یکی از هنرمندای خیلی خوب فرانسوی بود، با آلن دلون، ژان پل بلماندو اینا خیلی فیلم ساخت، با خانم اشرف پهلوی دوست بود، بارها اومده بود زمان شاه همین شانزلیزه بر خیابون خانه ایران غذا خورده بود، خاویار فلان اینا، خیلی علاقمند بود با شهبان و اینا. میگه وقتی من گفتم نقش شاه رو باید بازی کنی، من رفتم یه مدتی تمام این مسیر رو، این حرفی که به من زده، مصاحبه به زبان فرانسوی روی اینترنت موجوده، شما بزنین دانیل ژلن سیاوش اوستا داوید عباسی، این موجوده، گوش میکنید. دانیل ژلن هنرپیشه معتبر مثل آلن دلون، شما نمیشناسین دانیل رو، ولی آلن دلون میشناسید چون فیلم زیادتر بازی کرده بود، ولی اونم اینا از هم ردیف مثل ژان گابون. دانیل ژلن به من گفت، گفت من تحقیق میکردم که نقش شاه رو میخوام بازی بکنم، با همین خانواده که صحبت میکردم، فیلماشو میدادم، همه جا هم رفتم، با حتی دکتراش هم صحبت کردم که بتونم، میدونین هنرپیشه خوب اینه، تحقیق مثل گفتم علی حاتمی اومده بود مشهد لوکیشن ها رو بیابه. میگه همه تحقیقات کردم فلانی داوید عباسی، میگه همه این تحقیقات کردم به این نتیجه رسیدم که شاه رو کشتم. میگه شاه رو کشتم. میگه حتی وقتی که از هایتی هواپیما سوار میشه که میخواد بره به مصر، این تیم پزشکی باید یک لابراتوار کوچک سیار تو هواپیما میذاشتن برای این، نذاشتن. شهبانو میگه هواپیما رو تو راه نگه داشتن که ما به مصر نرسیم. بعد من زنگ زدم به راکفلر، نوشته شهبانو، و اونجا راکفلر اینا اقدام کردن، میخواستن تو را بکشن. یادم اونقع خلخالی هم گفت، اعلام کرد، گفته بود که همین حرفی که این روزنامه نوشتن، خلخالی هم اون موقع اعلام کرد. خلخالی چه گفت؟ خلخالی، خلخالی گفت که ما با امریکایی گفتیم شما خودتون شاه رو بکشین تا ما مشکلاتمون حل بشه، اگر نمیدین ما بکشیمش. اون حرمزاده خلخالی، حرمزاده خلخالی. یعنی اینها وقتی اون پادشاه مقتدر مملکت اهورایی که ایران رو از هیچ به اونجا رسوند، پادشاهی که عزیزان من یک دروغ تو زندگیش نگفت، شما باید همه زندگی محمد رضا شاه رو بگردید، اگه یک دروغ دیدید گفته باشه
وعده سر خرمن داده باشه که همه رهبران دنیا کار میکنن، همه کار میکنن. رضا شاه رو من زندگیش رو، من رضا شاه رو من زندگیش رو مطالعه کردم. سخنرانی اینا رو شادروان دوست نازنین ما پیام‌آور خرد سیاوش بشیری گردآوری کرده بود در چند کتاب، موجود است. الان که خیلی فیلم های دیگه منتشر شد، الان این فیلم هایی که تلویزیون پارس پخش میکنه و میکرد، بعضی وقتا اینا رو آقای امیر شهرتی چیز کرده، مونتاژ کرده، درست کرده، همین هم حتی ضد استعماری هم بود محمد رضا شاه. و همه اینا میبینین یک کلمه دروغ گفته باشه، وعده بیجا داده باشه، به ملت خودش توهین کرده باشه، روز روز به ملت توهین میکنن، به ملت خودشون دارن توهین میکنن. تا سر قدرت هم میچرن، میخورن، همه چیز اوکیه، تا میان پایین همه به جون میزنن برای خوردن خودشون. اگه احمد اینجا گذاشته بودن میرفته بود تو انتخابات شرکت کرده بود، یه دور دیگه رئیس جمهور شده بود، یک پست مهمتری بهش میدادن، میاد دانشگاهی که درست کرده پول بودجه که میخواست بهش میده، میاد یه حرف بزنه. اینا چون خودشون از بالا افتادن پایین دارن این حرف رو میزنن، این کارا رو میکنن. برای من و شما نیست، اما محمد رضا شاه برای شما این کارا رو کرد. برای همین درود بفرستیم به روان پاک دو پادشاه آزاده ایران، رضا شاه و محمد رضا شاه، که سربلندی ایران اهورایی رو آفریدن در جهانی که حسود همه جاش ریخته بود، حسادت کولاک کرد و دشمنی و کینه توزی و همین انگلستان. مثل کودتایی که میگن، حالا کودتا یا هرچی، اون قوام میکرد پروژر میده بعد با امریکایی میگه اسم ما رو نیارین، اینا برنامه ریزی کردن گوادلوپ رو و همه و همه، بعد انداختن پای این و اون و این و اون. آقا اسرائیل زنگ میزنه آری بن مناشه به من میگه، موجود اینا، میگه ما زنگ زدیم به پادشاه گفتیم قربان میخوای ما ترتیبی خمینی رو بدیم، همین الان تو عراق هنوز نرفته، کویت نرفته، فرانسه جایی، میخوای ترتیب شما بدیم. اسرائیل قویه، شما فکر کنی آخونده ایران مخالفشن؟ هر کدوم آخوندار بخواد، اسرائیل قوی ترین کشوری بوده، مردم بوده از قدیم تا الان، هست از اونها قوی تر شما نداریم. اسرائیل به شاه میگه میخوای بکشمش محمد رضا خمینی رو؟ شاه میگه نه. حالا اینا یک وبلاگ نویس میزنن میکشن. بعد همین والری ژیسکار دستان با همین مسئله میگه من زنگ زدم به پادشاه گفتم قربان یارو دارم میاد فرانسه، میخوای راهش ندم؟ بگو راهش ندم من نمیدم. همچنان که شاه رو خودش بعد این راه ندن، حالا بگذاریم، محمد رضا شاه میگه نه راهش بده. خب شما کجا پادشاه میبینید به این رعوفی مهربانی انسانی؟ شما آخوندهای حاکم بر ایران، این شما تازیانی که همتون تازی و تازی زاده هستین و او تازی ها دارن مسیر ضد اسلامی میرن، از اسلام خارج میشن، شما دارین ملت ایران بدبختر میکنین با اسلام. برید یک آمار بگیرید خواهش کنم، یک مسئله که ما چند سال پیش مد کردیم، مسلمانان سابق، ابن وراق یک نویسنده پاکستانی یک کتابی نوشت چرا من مسلمان دیگه نیستم، پوکا جنسی پلو مزلمان، و ما موقع محبت کرد گفت من کتابی طوری که خوندم در سکره دل اسلام به اینجا رسیدم، و با ابن وراق مصاحبه کردیم، صحبت ها و بحث ها. اون موقع یکی بود اسمش گذاشتیم اکس مزلمان، یک نفر بود آمد گفت من مسلمان بودم. حالا میدینین چقدر در جهان عرب ریخته، در جهان خود اسلام میدونین چقدر اکس یعنی مسلمان سابق، خود اینا گذاشتن که نباقش میگن ملت ایران رو روز به روز بدبختار و بیچاره ترش میکنین. و شما مردم، اونایی که میرین ایران میان، اونایی که تو خود ایران هستین، تن میدین که هم شما عمرایی که جلوی رئیستون میگیرین میخوابین، تو میده در ماشین برای آخوند و میکنین محافظ آخوند میشین. همتی بابکی، یعقوب لیسی، یه کارای بچه ها. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان من، اجازه میخوام دستان گرم همه شما رو بفشارم، بایدتون خداحافظی بکنم، بیادتون نده. شما همین برنامه ما حتی آرشیف شده رو میتونید ببینید، اگه برنامه ندیدین میتونید برین روی mehtv.com، شما هم برین روی mehtv.com، همه برنامه ما به زبان فرانسه، فارسی، عربی، آرشیوا همه رو خوب نگاه کنید. سفر ترتمیزترش هم کردن mehtv.com، برین ببینید. یه سایت دیگه هم که بهتون قبلا دادم میدم، شما روی سایت هم میرین، فرانسوی هستید، انگلیسی هستید، تو ژاپن هستید، ترک هستید، عرب هستید، ایرانی هستید، توی صفحه هم که میرید شما راحت میتونید چیزی ما رو پیدا کنید، همه رو دنبال کنید. اپینیون، اپینیون یعنی نظر، نگاه، اپینیون
اپینیون نقطه پی ام به جای دات اف آر دات کام فلان نو دات پی ام. پی یعنی مثل پاپا، ام یعنی مثل مامان، پدر و مادر خیلی ارزش مندن. بخاطر ما این سایت رو گرفتیم اپینیون دات پی ام، اپینیون دات پی ام. مثل که دختر منم رفته رو همین پی ام گرفته، ام اس آ پوان پی ام، مورگان شیوا عباسی نقطه پی ام، ولی اپینیون دات پی ام. اجازه بدید ببوسمتون، دستان گرم همه شما رو بفشارم. سپاسگزارم که با ما بودید. تا برنامه دیگر، بدرود خدا نگهدار. از برادر مهندس امیر شجره دبیرکل این تلویزیون سپاسگزارم و براش آرزوی سلامتی هاتم درستی میکنم. میدونم هر جا از خودش و خورم و زرحال. و از امیر شهرتی عزیزم، آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه نیست، یک بار دیگه سپاسگزاری میکنم. روز و شب خوشی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار. آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی نقد، من کاش آزادی نسیه رو میزدن که پیش زیر فرقم دستش به یه جه بند بود. وطن یعنی سرود مهربانی، وطن یعنی شکوه همزبانی، وطن یعنی درفش کاویانی، سپید و سرخ و سبزی جاودانی، به پشت شیر خورشید درخشان، نشان قدرت و فرهنگ. روز و کلک نونتو تو آش بکنی، تمام کشور رو بخوای صحنه دعواش بکنی، نگی جوونای وطن همه یه مش خار و خسن، به پادلا رو نشی. اگه اراده خودت نباشه همینجوری گل نمیتونه باشه. اگه بگن خدا نمیپسنده، گنچه غلط میکنه هی بخنده. میخواستی شوتش کنی روی زمین، پس چرا گفتی احسن الخالقی؟ ای خانه تاریخی قومی سراسر مهر، تو را ای خانه تاریخی قومی سراسر عشق، نه تاریک و نه بیرونق، تو را آباد میخواهم. را خاموش نه، خسته و زخمی نمیخواهم، که دائم در خروش و جنبش و فریاد میخواهم. آخر چگونه زار نگریم برای عشق، وقتی نبود آنچه که دیدم سزای عشق. دیدم در انزوای خزان باغ عشق را، دیدم به قلب خون غزل داغ عشق را، دیدم به حکم خار به گلها کتک زدند، مهر سکوت بر دهن قاصدک زدند، دیدم لگد به ساقه امید میزنند، شلاق شب به گرده خورشید میزنند، دیدم که گرگ بره ما را دریده است، دیدم خروس دهکده را سر بریده است، دیدم هبل به جای خدا تکیه. تمام نقشه ها بر آب دیدیم، چه دورانی، چه رؤیای عبوری، چه جستنها به دنبال ظهوری، من و تو نسل بی پرواز بودیم، من و تو نسل بی پرواز بودیم، اسیر پنجه های باز بودیم، همان بازی که با تیغ سرانگشت به پیش چشم های من تو را کشت. عشق با تازی برابر می کنم، وقتی تو میگویی وطن از چفیت خون می چکد، من یاد قتل نفس با الله اکبر می کنم. تاریخ ایران تو را، تاریخ ایران تو را شمشیر تازی می سازد. ایران تو با نام دین زن را به زندان می کشد، من تاج را تقدیم آن بانوی برتر می کنم. ما آتش زردوشتی، ما کشتن همه کشتیم. نشه شهرگری را از کهن، ما برای دین.